گروه تروریستی داعش در یک بازه زمانی یک ساله حدود یک هزار عملیات تروریستی انتحاری انجام داده است. سنی های تندروی داعش از عملیات انتحاری نه تنها برای کشتن دیگران به ویژه شیعیان استفاده می کنند بلکه عملیات تروریستی یک راه برد نظامی برای آنان به حساب می آید. چارلی وینتر پژوهشگر مرکز بین المللی مبارزه با تروریسم لاهه طی گزارشی تحت عنوان جنگ انتحاری با بیان این مطلب گفته است دست کم 923 نفر از عناصر داعش از دسامبر 2015 تا نوامبر 2016 اقدام به عملیات انتحاری کردند. وینتر در ادامه گزارش خود با اشاره به آنچه که سنی های را آن را شهادت طلبی می دانند افزود آنها این اقدام تروریستی را نزدیکتری راه رسیدن به اهداف خود می دانند و این استراتژی از خلبانان کامیکاز یا همان انتحاری های ژاپنی شروع شده و تا سازمان تروریستی القاعده در دهه اول قرن کنونی امتداد یافته است وی ادامه داد 70 درصد عملیات های انتحاری که توسط عناصر داعش انجام می شود با خودروهای بمب شده صورت می گرد و هدف بیشتر آنها پایگاه ها و نیروهای نظامی است تا از پیشروی آنان جلوگیری کنند به گفته وینتر بیشتر کسانی که داوطلب انجام عملیات انتحاری می شوند عراقی و سوری هستند و اتباع سایر کشورها 20 درصد عناصر انتحاری را تشکیل می دهند که عمدتا از اتباع تاجیکستان، عربستان، مغرب و تونس هستند. این پژوهشگر بین المللی بر این باور است که در پس هر عملیات انتحاری اهدافی راهبردی قرار دارد که سنی های تندروی داعش در جنگ های عراق و سوریه به آنها متکی هستند. گفتنی تحقیقات در مورد عملیات بازپسگیری موسی نیز نشان می دهد که سنی های به طور گسترده از عملیات انتحاری به عنوان یک راهبرد نظامی استفاده می کنند.